کتابی است به نام خصائص زینبیه مرحوم آیت الله اسد نورالدین جزائری. اگه تو بازار چاپ شده، چاپ جدیدشو من خریدم، خیلی زیباست. اعاظمی از فقها و استوانهای علم و تقوا و ولایت و معرفت به این کتاب تقریزه بشتن. مرحوم ناینی، مرحوم آغازی ها عراقی، سید اصفهانی، بزرگان بشتن بسمه تعالی مطالب این کتابی که این عالم فقیه وارسته فرزانه نوشته تمامش درسته، تمامش درسته. این مرد بزرگوار تو این کتاب نوشته در خصه 19 همش نوشته که خدا این منان خطاب کرد جبرائیل، گفت بله، گفت بودو تو بهش یه پیراهن بردار ببر بپوشون به ابراهیم که وقتی میفته زمین میانه این چوبا که داره آتش، آتشش رو ازش میگیرم من. قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم. خود خدا آیا آتش سرد شو، حدیث داریم تا فرمود سرد شو، اونقدر سرد شد که ابراهیم میلرزید. خدا رو آرام بابا و سلامن، آسیل پلو میکنه آرام و سلامن، بین بردن و سلامن خدای منان اونقدر سرد شد زمحریر شد. الله اکبر، خدا را بشناس، با خدا باش و پادشاهی کن. من کان لله کان الله له، من کان معه کان الله معه. الله اکبر، جوون از خدا جدا نشی، به هیچ کس غیر خدا رو ننداز. الیس الله بکاف العبد، سوره زمر، خدا بسد نی. بنویس این آیه را به دلت، بنویس، قاب کن بزن تو خونت، علیس الله به کاف العبد، خدا بسد نی. الو الو به این بگو ولکن بابا، الو خدا خودش بیاد میدون، دریای آتش گلستان میشه. گفتی چوب اینا، یه پیرن بز بهش بردار بر بهش بپوشون که وقتی میفته زمین این بدنش به این چوبا خراش بر نداره. آخ 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 بمیرم برات حسین. مولای مظلومم، بچه هم خورمونت بنام. این پیراهن ها پوشید ابراهیم، جبرائیل پوشون به ابراهیم و رفت میان اون دستگاه و بردن و سلامن و اومد بیرون و نگر داشت و آمد و داد به اسماعیل، فرمود پسرم این پیراهن را پس پدر در پسر، پدر در پسر، ردش کن بره، خاتم الانبیا منتظر این پیراهنه. پیراهنش به دست خاتم الانبیا، از ابو طالب و از عبدالمطلب و از عبدالله و از اجدادش هاشم و آمد، آبا اجداد رسول اکرم همه موحد بودن، آمد و رسید. پیغمبر اکرم روز آخر داد به فاطمه زهرا، فرمود دخترم بیا بشین بابا جونم، بشین عزیزم فداد بشم بابا، بشین دخترم زهرا، این پیراهن رو بگیر از من، روزی که میخوای بیای پهلو من بده به زینب. به کس دیگه ندیام، بده به زینب. زینب 4.5 سال بود کنار بستر مادر نشسته بود. فاطمه زهرا گفت دخترم مادر بیا، من امروز میمیرم، بیا این برون کی، برون بخچه را بردار و بیار. بخچه را که آورد باز کرد، فهمودی پیراهن رو میبینی، این پیراهن ثوب عتیقه، قدیمیه، کهنه نوا، قدیمی، عتیق یعنی قدیمی. این پیراهن قدیمی میبینی؟ گفت بله. گفت یک لحظه بیشین دخترم باید بگم، عزیز من دخترم زینبم مادر، با خود یه روزی میاد با حسینت میری کربلا. خدا من به خدا نمیدونم اینجا چیکار کنم، من هرچی میرم مقتل بخونم، روزه عادیم که حرف میزنم، هنوز من روزه نخوندم، نگفتم که چی شده که هنوز، اما ماشالله خوب دارید میرید، منم ببرید بابا. دخترم یه روزی میاد با حسینت میری کربلا، اون لحظات آخر گوش کن دخترم، حفظ کن، حفظ کن. حسینت میاد میگه اخیه ایتینی به ثوب عتیق، البسهو تحت ثیابی لالا یرغب فیه احد. فهمیدی یا ترجمه کنم؟ دیگه ترجمهش نمی کنم.
ائتني بثوب عتيق ألبسه تحت ثيابي لئلا يرغب فيه أحد. گفت اون پیراهن قدیمیه که مادر به داد برو بیار بپوشم، میخوام زیر لباسه بپوشم که زره را در میارن، چون وقتی کشته میشد شمشیرش، کلاخودش، زرهش، چکمهاش، مال و سلبش، اون کسی که میکش مال او بود، میکندند و میگرفتند و میبردند. وقتی که آقای امام حسین کشته شد، کلاخودش را، زرهش را، شمشیرش را، سپرش را، نیزهش را به غارت بردن. یکی از چیزایی که این لباس رسن به لباس کهنه، این لباس کهنه را آقا فشقه ها پارش کرد که ببینن این دیگه هم کهنه است هم پاره است در نیارن. اما اونقدر رزل و پست و خبیث و ملعونن که اینم در آوردن. زینب هم تو قتلگاه گفت داداش پس اون کو؟ پس اون کو؟ من که دادم تو هم پوشیدی کو؟ آرام باش من یه مقدار تاریخ بگم تو را خدا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا حسین، چی کار کنم به خدا؟ این پیراهن به غارت رفت. امام سجاد به یزید، یزید گفت حاجتی دارید بخواید؟ امام سجاد فرمود سر بابا ما نشونه من بدرنم بده. گفت نمیشود. سر را گرفت از آقا، من مفصل رد بشم خیلی معطلت نکنم. گفت این لباس هایی که از ما غارت رفته بگو به ما بدن. یزید گفت پولش را بهتون میدم. گفت در بین لباس ها لباس های مادرم، دست بافا و دوخت های مادرم زهراست، پولی نیست که، خودش رو میخوام من. در بین این پیراهن ابراهیم خلیل است، از تن بابام بردن، اون رو لباس ها رو به ما بده. اصرار آقا لباس ها رو پس داد. حدیث در خصیصه 19 خصائص زینبیه مرحومات الله العظما اسد نورالدین جزائری با تقریض و امضای فقهای بزرگوار حوزه مقدسه عراق سانه الله عن الافات، این که میگم اونجاست. فرمودن که این پیراهن الان محضر امام زمان است. این پیراهن با خیلی دیگه چیزا، ذوالفقار امیرالمومنین است، عمامه امیرالمومنین، عمامه پیغمبر، عمامه مولا علی، تتمه هیزومی که در خونه که سوخت. اینجا را گریه کن، اینجا طور نیست، اینجا را برای زهرا دلت بسوزه جوون. هر که مادر داره، هر که ناموس داره، در خونه که سوخ هدوم آوردن بالاگرد زد تو در، در جا کنده شد، از او هیزومای سوخت عبور کردن، هیزوما زیر پا له شد، خاموش شد. مولا علی تو کیسه کرده بود، نشون ابن عباس میداد، میگو ببین با در خونه من چه کردن. اینا به اماما الان خدمت امام زمان است. اون میخ دری که تو در بود و سینه رفت خدمت امام زمان است. بزن و گریه کن، من میگم و تو هم بزن به خودت. یکی از اینا همین پیراهن است، خدمت امام زمان است. شب اول محرم فرمودن که جبرائیل به امر خدا میاد پایین محضر امام زمان، میگه آقا خدا من را فرستاده است، این پیراهن را بده، میخوای چیکار کنی؟ میبرن کنار عرش آویزون میکنن، پیراهن را کنار عرش آویزون میکنن. فرمود حضور جمیع عوالم را میگیرد، چون پیراهن در کنار عرش تو عالم آویزونه، همونجور پاره خونالود، همونجور پاره و خونالود پیراهن آویزونه.